توصیه های اسلام در زمان شیوع بیماری های واگیردار. اسلام دینی است که بسیار بر رعایت بهداشت و نظافت اهمیت داده، تا جایی که نظافت را جزی از ایمان و دینداری شمرده است. اسلام برای زمان شیوع بیماری واگیردار در جامعه نیز توصیه های مختلفی دارد. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. در این روزها که بیماری کرونا جامعه جهانی و جامعه ما افغانستان را سخت تحت تأثیر خود قرار داده، معان دین و دشمنان دین اسلام از این فرصت برای شبهه افکنی بر علیه دین بهره برده و دین و مناسک دینی را ضد بهداشت و نیز در برابر علم ناکارآمد جلوه می دهند. ما در این برنامه در صددیم که نگاه خاص و ویژه دین به بهداشت و به چالش بیماری های واگیردار را مورد بررسی قرار دهیم. اسلام دینی است که به نظافت و بهداشت عمومی و فردی اهمیت بسیاری قائل است، تا جایی که نظافت را جزی از ایمان و دینداری برشمرده است. النظافت من الایمان، بلکه حتی در روایتی رسول خدا فرمودند دین بر پایه نظافت بنا شده است. همچنین در حدیث دیگر می‌فرمایند نظافت تعد الایمان والایمان مال صاحبت فی جنت، یعنی پاکی انسان را به ایمان راهنمایی می‌کند و ایمان همراه انسان در بهشت است. روایات متعددی شبیه به این سه حدیث در منابع روایی ما موجود است. پس دین ارزش بسیار بالایی برای بهداشت و رعایت امور فردی و اجتماعی آن قائل است. همچنین اسلام به بیماری های واگیردار و مصری نگاه ویژه‌ای داشته و توصیه های فراوانی در زمینه آن دارد. به عنوان نمونه به چند روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از اپیدمی شدن یک بیماری واگیردار و توصیه به قطع زنجیره انتقال اشاره می شود. حضرت فرمودند وقتی شنیدید که در سرزمینی طاعون آمده، به آنجا داخل نشوید، و اگر به سرزمینی که شما در آن هستید طاعون آمده، از آنجا نباید خارج شوید و فرار کنید. این روایت را چند تن از صحابه کرام نقل کردند که در برخی روایت ها به جای مرض طاعون مرض وبا آمده است. در این روایت منظور از من آمد و شد همان قرنطینه شدن است که برای بیماری های واگیردار بسیار ضروری است. البته قرنطینه ای که باید با اختیار خود فرد مسلمان به عنوان یک وظیفه شرعی باشد، نه قرنطینه ای که نیروهای نظامی ایجاد میکنند. یعنی خود آحاد مسلمین باید وظیفه خود بدانند که به آن سرزمین داخل نشوند و یا مسلمانی از آن سرزمین خارج نگردد. حضرت برای پیشگیری از دچار شدن به بیماری های واگیردار با عدم ارتباط با بیمار توصیه میکند از افراد جزامدار فرار کنید، همان گونه که از شیر فرار میکنید. یا اینکه میفرمایند با افراد مبتلا به جزام و خوره زیاد نزدیک نشوید و وقتی با آنان گفتگو میکنید به اندازه یک نیزه از آنان دور باشید. همچنین نقل شده است که شخصی که مبتلا به جزام بود برای بیعت نزد حضرت آمد، اما ایشان به او دست نداد و فرمود بدون آن که با من دست بدهی بیعتت را پذیرفتم. البته این احکام و توصیه ها منحصر در بیماری جزام نیست، بلکه این توصیه برای هر نوع بیماری واگیردار است. اسلام پا را از این نیز فراتر گذاشته و در مورد رعایت بهداشت حیوانات و مراقبت از سرایت نکردن بیماری از حیوانی به حیوان دیگر نیز توصیه هایی دارد. چنانچه پیامبر اکرم می فرمایند نباید حیوان بیمار خود را وارد حیوانات سالم کنید. در نتیجه دین خدا و به خصوص دین مبین اسلام بر نظافت فردی و اجتماعی و پیشگیری بیماری ها تأکید فراوانی دارد و در این زمینه دستورات خاصی را برای پیروان خود قرار داده است.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.